به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاتلان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سپاهیان سردار تشتکی، ما اون رئیس بونقلتونشون، فکولیه های دزد و استاد دانشگاه دور تا دور دنیا، به خصوص در کشور امریکا، استخون لیسان آخوند، پول بهشون بده هرچی دارن میفروشن، هیچی حالشون نی، پول پول پول، دلالن، دلال. ما در کشورمون دلال دوست داریم، صفت در تمام اینا در یک چیز مشترکه، دزدی. اکبر دوز، رهبر دوز، طلبه جغله دوز، آیت الله دوز، حجت الاسلام دوز، آخوند دوز، غیر آخوند دوز، وزیر دوز، وکیل دوز، رئیس جمهور دوز، مدیر کل دوز، سه تا طبیله اسلامی دوز، سه تا قانون ساختگی حکومت دینی دوز. حکومت میکنن اسمشو گذاشتن جمهوری، نه جمهوریست نه اسلامی. اسلامی هست، چرا؟ اسلامیه، اسلام همینه. بعضیا خودشونو گول میزنن، میگن نه اسلامی نیست، نه همینه. درس دزدی رو از روز اول داده. امروز بحثمون در مورد الله و حرفهایی که زده و افسانه سازی هایی که کرده و بعضی ها به من میگن نمیدونم بگو خمینی هم دروغ گفته. آقا جان اصل قضیه رو برید پیدا کنید، اینقدر تعصب نداشته باشید. خمینی یه چلغوزی بود، اون هم در این 1400 سال، منتها اونای دیگر شما ندیدید خمینی های دیگر چجوری آدم کشتن. در زمان شاه عباس کبیر که همه ایران رو یک پارچه کرد، گروهی رو داشت به نام آدمخواران، پیششون میکرد، اینا میریختن یه نفر زنده زنده میخوردن. شما ها نبودید، ندیدید، نمیرید بخونید، با کتاب سر کار ندارید. و حکومت دینی اینو میدونه، مغز شوئیتون میکنه، چه داخل چه خارج کشور. حکومت دینی خاصیت منبر رو میدونه، میدونه شماها تحت تأثیر اون حرفای مزخرف قرار میگیرین و ببیوار بهش گوش میدید. من روی سخنم با کسانی است که نمیخوان فکر کنن. اللهشون رو از روز اول نمیخوان بشناسن، دوست دارن سرشون رو بذارین تهشون رو هوا کنن، بگن به الله داریم سجده میکنیم، در حالی که اگه دستور اون اللهی که به محمد رسول الله داده بخوان اجرا کنن، غیر از این نمازیست که میخونند، سجده هاشون همش باطله، ببخشید سجده هاشون همش باطله. در اینکه 7 نقطه از بدنشون با زمین باید تماس بگیره. چیه اومده گفته غلط کرده هر چی گفته. براش فرق نمیکنه الله، محمد، فلان، این ببعی میخواد که پول بگیره. اگه 7 نقطه باشه میرن به یکی دیگه پول میدن. بیا من چیز جدید آوردم به من پول بده. مور بذار.
1400 سال دارن زمین میکنن، هنو به امام حسین نرسیدن که مورای نزدیک امام حسین رو به شماها بدن. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ الله رفیق دزداست، رفیق اکبر دزداست، پشتیبان علی شیرهیه، پشتیبان هرچی آیت الله دزده، ببخشید پشتیبان هرچی آیت اللهه، چون آیت الله غیر دزد پیدا نمیشه. کسی که امامه سرش گذاشت یاد میگیره مال مردم رو چجوری بدزده، چون این کار نمیکنه در طول عمرش، باید از مردم بدزده و بخوره. اگه زورش رسید میشه اکبر دزده، اگه زورش نرسید میاد سفره ابوالجین روزه ابوالفرض واسط میخونه، ابوالفرض و دستاشو تیکه تیکه میندازه، پاهاشم تیکه تیکه میندازه، قطع قطعش میکنه، این قصاب پولشو میگیره میره. با این الله آسمونی بود که طبقه هفتم درار یکی یکی باید واک کنی تا بری بهش برسی، اون وقت وقتی رسیدی بهش این حرفا رو بهت میزنه. یه الله زیر زمین داریم، تای چا هر چای رو پیدا کنی یه الله توشه. 1200 سال پیش یه الله ساختن، اسمشو گذاشتن امام زمان، با محمد مقایسه گذاشتن، مسابقه گذاشتن، اون الله کرد رو آسمون، این الله رو کردن تو زمین. هر چی داری پنج یکش مال امامه، اون یارو که تو زیر زمینه، تو سرداب قاطی خیک روغنه، منتها چون خودش نیست بگیره، مثل سوره انفال که حضرت می فرمودند بدید به الله و رسولش، اینا میگن سهم امام رو بدیم به ما بخوریم، دزدان میگن، دزدان امامه به سر. وقتی که میبینه حال و وجود داره، صبح به صبح میره تای چا میخوره و میاد بالا، کاغذ میده میگه پیش امام زمان بودم، بده من 5% 20% ببخشید 5/1 اشتباهی گفتم 5% 20% 5/1 100 تومن داری 20 تومنش مال امامه، باید بدی به نایب امام. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. مسئله‌ای رو که امروز گفتم میخوام راجع به الله آسمانی با هاتون صحبت بکنم، با استناد به آیه های قرآن، اگر قرآن دارید دم دستتون باز کنید، هر جا رو من غلط میخونم غلطم رو بگیرید، اگرم سواد این کارا رو نداری فوش بده. این کتاب هست داستانها و قصص قرآن در مورد خلقت آسمانها و زمین در سوره اعراف، الاعراف. پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، پس به عرش پرداخت. عرش همین عرش خودمون، همین میدونین عرش همین که همتون رفتین بلدین کجاست، عرش، عرش. آسمان ها و زمین رو در 6 روز پرداخت، بعد رفت سراغ عرش. عرش که میدونین کجاست دیگه، پشت اون خیابون دومیه. ده. پس به عرش پرداخت، شب را در روز میپوشاند و روز شتابان آن را میطلبد و آفتاب و ماه و ستارگان
مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمان روایی. خدا آن پروردگار جهانیان به غایت بزرگ است. این آیه 54 از سوره اعرافه. هر قرآنی رو که دلت میخواد واکن ببین غیر از این توش هست یا نه، مگر اینکه اخیراً دیدم توی یکی از این قرآن ها مثل که مال قمشه‌ای بود، ماکرول مکاری رو نوشته بود نقشه، خدا نقشه کش هست، رفته توی چیز امتحانم داده که تو شهرداری نقشه کشی رفوزه شده، خدا نقشه کش هست. ای به گور پدر هرچی آدمه که میگه خدا نمیفهمه و میره یه ترجمه دیگه میکنه. در آیه 40 همان سوره اعراف، درهای آسمان به روی کسانی که آیات ما را تکذیب کرده اند و از آنها سر برتافته اند گشوده نخواهد شد. من کاری با اون حرفای بعدش ندارم. درهای آسمان یادتون باشه همون بغل عرشه، عرشی که یاد گرفتیم کجا بود که زمین آسمون آفرید بعد به عرش پرداخت، حالا درهای آسمون هم بغل عرشه. تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد و مجرمان را اینچنین کیفر می‌دهیم. اینا آیه های قرآن دارم می‌خونم، دلی دلی نیست. تو وقتی دلی دلیشو گوش می‌کنی نمی‌فهمی چی داری گوش می‌کنی. چون خودت هم نمی‌ری بخونی، من آیه ها رو دارم یکی یکی برات می‌خونم. سوره قاف آیه 38، ما آسمانها و زمین و آنچه را میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید. انگار رنگار روز هفتم هم نمیخواد تعطیل کنیم برین جنگ آدم بکشیم، چون تو تورات گفته روز هفتم خسته شدم میخوام استراحت کنم، این گفته نه بی خود گفته، یهوه بی خود گفته من خودم یهوه هم، هیچ خستم نشدم استراحتم نمی کن. آیه 22 همون سوره قاف میگه و رزق شما و هر چی به شما وعده شده در آسمان است، هر کاری میخوای از آسمون بخوا. بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله، هر چی میخوای تو آسمونه. سیب زمینی رو زیر زمین پیدا نمیکنی، رو آسمونه. این درخت ها اینا همه از آسمون افتاده. در سوره عنکبوت الله میفرمایند آیه 60، چه بسیار جنبندگانی که یارای تحصیل روزی خیش ندارند و خدا آنها را و شما را روزی می دهد و او دانا و شنواز. برای همینه که تا به امروز هیچ کی از گرسنگی نمرده. همه ی آخوندها را کفن کنم اگه دروغ بگم. کتاب قرآنه، کتاب قرآن میگه که بسیار جنبندگانی، یعنی هرچی می جنبه ارزه ندارن روزی خودشون رو تحصیل کنن. مثلا کرم خاکی مرغ گیرش نمیاد که جوجه کباب بخوره. بله این سوسمارا چیزی گیرشون نمیاد، موش میخورن. نام خدا یه موشو، آتون خدا کاری نداره، موشه رو هل میده جلو سوسماره که سوسماره بره موش بخوره. امام حسین در دشت کربلا وسط جنگ یک باره قیبش میزن. ببین آخوند
چه حرامزاده ایه. نقل قول آخوند رو دارم میکنم. 5 دقیقه دیگه بر میگرده. آقا حسین کجا بودی وسط جنگ در رفتی؟ در نرفتم. یه نفر تو هندوستان گیر شیر افتاده بود، رفتم خلاصش کردم برگشت. ای به گور پدر هرچی آدم دروغگوه. اونا تقصیر ندارن، اونا باور کننده دارن. مقصر تویی که این حرفا رو باور میکنی. آقای یه نامه بر من نوشته از قرقیزستان، کمکم کرده به برنامه، دستشم درد نکنه. میگه که بابای من برد سر منو قمه زد، هنوزم جاش هست. خودم از وقتی با شما آشنا شدم فهمیدم که چه کلاهی سرم رفته یه عمری. بابای 62 سالم هم حالا فهمیده چه کلاهی سرش رفته. در سوره عنکبوت یا العنکبوت آیه 60 که براتون خوندم، که جنبندگانو همشونو الله و مال شما هم الله اون بالا میفرسه پایین، حتی هروئینا هم الله میفرسه، چون بدون اجازه الله اتفاقی نمیفته. همه این قاچاق فروشا قاچاق فروشی الله چیز میکنن، شرکت با ابوالفضل دارن، همشون ریش دارن، همشون مسلمونن، همشون روزی 34 دفعه سرشونو میذارن زمین، تهشونو هوا میکنن. در آیه 61 سوره عنکبوت الله میفرمایند اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمان و زمین را آفریده، آفتاب و ماه را رام کرده، چون اینا اول وحشی بودن، الله سوار اسب شد، کمند رو گرفت، اینجوری انداخت اینا رو رام کرد. دیدین تو فیلم های تگزاسی اسب رو رام میکنن؟ الله اینا رو همینجوری رام کرد. الله وقتی که اومد ماه خورشیدی که اون نیافریده بود، که ماه خورشید از خودشون میچرخیدن، بعد گفت من آفریدم. خودش هم یادش میره چی میگه. ماه خورشید رو رام کرد. خواهند گفت خدای یکتا رام کرده. اگه ازشون بپرسی که رام کرده، گفتن خدای یکتا رام کرده. پس از چه روی عقیدت دیگرگون می کنند؟ اینا رو همه رو، این آیه ها رو الله می داده دست جبرئیل. جبرئیل از عرش که می دونیم کجاست، اون بغله شیرجه می اومده تو مکه، چون دنیا 1400 سال پیش تعطیل بوده، فقط یه دونه دهات باز بوده، اونم مکه بوده، خونه بت پرستا. الله هم ناراحت بوده که اینا چرا بت میپرستن من نمیپرستن، پس پدر صاحب بچه رو در بیارم. چینه به اون پرجمعیتی رو ول میکنه، میره وسط صحرای عربستون. الله دیگه، چون عربی بلد بوده، زبون دیگه نمیفهمه. آیه 63 همون سوره عنکبوت اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان باران فرستاد و زمین مرده را بدان زنده ساخت. زمین وقتی خوش میشه یعنی مرده، باش، الله میگه، کتاب مقدسه، تو آسمون چاپ شده افتاده، باید قبول کنی. خواهند گفت خدای یکتا، بگو سپاس خدای راست، ولی بیشترینشان در نمییابند. مثل من در نمییابم. در دوباره سوره اعراف آیه 29 بگو هرچه در دل دارید، چه پنهانش کنید چه آشکارش سازید،
خدا به آن آگاه است. او هر چرا که در آسمان ها و زمین است میداند و بر هر کاری تواناست. دروغ میگه. دروغ میگه. یه نفر تو دلش فکر میکنه کشور ایران رو به خون بکشه مثل خمینی. یه نفر مثل عمر ابن خطاب نقشه میکشه که بفرسته لشکر عرب و ایرونی ها رو بکشن، مالشون رو ببرن. یا این الله از این خونریزی اینا خوشش میاد، یا این الله کیف میکنه از آدم کشی، هم عمر ابن خطاب رو کمک میکنه هم خمینی رو کمک میکنه. خمینی میگه بچه هاتونو، بچه های زیر 15 سال بدین به من، من کلید بندازم گردنشون برن روی مین، جای الاغ ازشون استفاده کنم. الله اینا رو میدونه، خودش میگه میدونم من، اما کمک میکنم خمینی بیاد. در سوره الشورى آیه 12 الله میفرمایند کلیدهای آسمانها و زمینها از آن اوست، یعنی از آن منه در واقع، منتها حضرت محمد گاهی اوقات جای الله حرف میزنه، گاهی اوقات جای خودش حرف میزنه. از آن، اگه الله گفته باید بگه از آن من است، اگه محمد گفته باید بگه از آن اوست، ولی خب ما که نمیفهمیم عربی، هر چی دلش میخواد بگه. در روزی که، در روزی هر که بخواهد، ببین همش راجع به سوم شخص صحبت میکنه، گشایش میدهد یا تنگ میگیرد و او به هر چیزی داناست. این آیه رو مثل این که جبرئیل نیورده، از جانب الله خود حضرت فرمودن. همین جهاز که سروش گیر میکنه، میگه اینا رو خود محمد گفته بعد الله آورده، چون حرف خودشو باور نمیکردن. سروش میگه من نمیکردم. در آیه 11 سوره شورا آفریدگار آسمان ها و زمین است برای شما، هم از شما همسرانی بیافرید و نیز برای چهارپایان جفت های پدید آورد، با آفرینش همسران بر شمارتان می افزاید، هیچ چیز مانند او نیست و اوست که شنوا و داناست. باز اینا رو حضرت رسول فرمودن. خود الله راجع به خودش اگه حرف بزنه اول شخص مفرده، اینجا چون حضرت رسول می فرمایند سوم شخص مفرده. نمی دونم، من یه خورده صرف و نحو بلدم، احتیاجم نداره، گرامر فارسی هم که بدونید، دستور زبان فارسی هم بدونید همونه. آیه 49 میگه از آن خداست فرمان، همون سوره الشورى، از آن خداست فرمان روایی آسمان ها و زمین، هر که بخواهد می آفریند، به هر که بخواهد دختر می بخشد و به هر که بخواهد پسر می بخشد. این دختر و پسرا رو اونجا توی یه دونه بچه دونی نگردشته، هر کی بخواد یه دونه بهش میبخشه، میکنه تو شکمش. عقلشون که نمیرسیده، میگفتم و و در آیه 50 یهو یادش میفته اینا که گفت بعضی ها دوقلو میارن، و یا هم پسر دهد و هم دختر و هر کس را بخواهد عقیم گرداند. خب چون عقیم هم داشتیم دیگه، سر خودشون کلا میذاشتن میگفتن بچه مال ماست، ولی عقیم بودن، زیرا او دانا و تواناست. در سوره رعد، رعد یعنی تندر، این اسمای سوره هم خیلی مهمه. الله همه خداوندی است که آسمان ها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید برافراشت. آسمان ها را گذاشت، ستون هم زیرش زد.
دیروز بود یا پریروز توپ رو براتون آوردم، گفتم که این توپ چجوریه، بیرون این توپ چجوریه، توی این توپ چجوریه. ولی خب الله میگه آسمان ها رو من با میخ کوبیدم به آسمون، به هوا، نمیدونم کتاب مقدسه اون بالا چاپ شده، تالاپی افتاده پایین، من تو باید قبول کن. الله همان خداوندی است که آسمان ها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید برافراشت، سپس به عرش پرداخت و آفتاب و ماه را که هر یک تا زمانی معین در سیرند رام کرد. اون کمندر یادتون باشه. کارها را میگرداند و آیات را بیان میکند، باشد که به دیدار پروردگارتان یقین کنید. چه دلایل خوبی داره. این قرآنیست که تو میفهمی، این قرآنی که من دارم میخونم نمیفهمی، دنبالش نمیری، ایمان در دست میره. ایمان به چی؟ به فهمیدن یا نفهمیدن؟ آدم اگه بخواد ایمان به نفهمیدن داشته باشه، بهتر اون ایمان از دست بره. این آیه دوی سوره تندر بود براتون خوندم، یا سوره الرعد. در آیه سه می فرمایند اوست که زمین را بگسترد، زمین گرد نیست و بگسترد، و در آن کوه ها و رود ها قرار داد و از هر میوه جفت جفت پدید آورد و شب را در روز می پوشاند و در اینها عبرت هاست برای مردمی که می اندیشند. خواه و ناخواه برای خداوند سجده می کنند همه آنها که در آسمان ها و زمینند و از سایه هاشان نیز بامدادان و شامگاهان به سجده می آیند. یعنی وقتی تو سجده می کنی سایت هم سجده می کنی. من چرا اینو براتون خوندم؟ ساعت، دقیقه، ثانیه، روز، ماه، سال، شب، صبح، غروب، نصف شب، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اینها روی زمین معنی داره. شما اگر از زمین مسافرت به فضا بکنی، نه شب داری نه روز داری، همیشه در معرض نوری. تو پره که نشونتون دادم، کاش امروز هم آورده بودمش. این وقتی به طرف نوره، اون قسمتی که به طرف نوره، مثل این که الان که من دارم برای شما حرف میزنم، نور به طرف محلیش که من زندگی میکنم و محلی که شما هستید به طرف تاریکی داره میره. اینجا روز داره شروع میشه، پیش شما شب داره شروع میشه. شب و روز در اثر حرکت وضعی زمینه. وقتی الله اون بالای آسمونا طبقه هفتم رفته عرشش رو طبقه هشتم ساخته، اونجا زمینی نیست که حرکت وضعی داشته باشه. منتها اون الله عقلش نمی رسیده که روز چیه شب چیه. گفته من زمین شش روزه آفریدم، شبو کردم تو روز، روزو کردم تو شب. این دنبال اون میره، اون دنبال اون میه. نمیدونسته اون کسی که یا الله ساخته یا خودش گفته، عقلش نمیرسیده که زمین دور خودش میچرخه. نه تنها اون، تا سالها بعد از اونم کسی جرأت این حرفا رو نداشته بزنه. اولین آدمی که اومد بگه زمین ثابت نیست، خورشید دور زمین نمیگرده،
خود زمینه که میگرده شب و روز پیدا میشه. دور خورشید ما داریم میگردیم. کوپرنیک بود، آخوندهای کلیسا کشتنش. هزار سال بعد محمد بود. یعنی محمد اگه نمیدونست، وسط صحرای عربستان یه مش عرب وحشی زندگی میکردن، کاری به این کارا نداشتن. شب دنبال روز میدوه، ماه و خدا کمند نقطه رام کرده، این حرفا خریدار داشت. امروز قرن 21 با کامپیوتر اگه بازم کسی خریدار این حرفا باشه، کاری باش نداریم، بذار باشه. چون اون فقط بلد پایین تنش بیاره تو دهنش فوش بده، چیز دیگه نمیفهمه. اصلا نمیفهمه من چی میگم. میگه مثلا هر تلفنی بکنم $50 به من میدن، فرق نمیکنه. یه لیست نوشته به اینا تلفن کنه. روز دوشنبه بود، یه آقای به من تلفن کرده بود، این نشونی هایی که میداد من نبودم. دمی اصلا من نمیشناسه. هم تو امریکا. ببینید گرفتاری های عجیب و غریب هست. امروز در قرن 21 عصر کامپیوتر، عصری که تلسکوپ هابل در 512 کیلومتری زمین قرار داره. 512 کیلومتری زمین میدونید یعنی چقدر؟ یعنی شما تهران تا یزد رو بلندش کنی اینجوری، انقدر با زمین فاصله داره. 16 متر بلندی لوله تلسکوپ هابل، 4 متر قطرشه. قطر آینه این تلسکوپ 2 متره. عکس از فاصله 11 میلیارد سال نوری زمین میگیره. سال نوری اگر میخواید بدونید چقدر میشه، من براتون اینجا حساب کردم. 24 ساعت با سرعت نور اگه بخوای حرکت کنی، 25 میلیارد و 920 میلیون کیلومتر فاصله رو طی میکنی. 25 میلیارد و 920 میلیون کیلومتر فاصله رو با سرعت نور اگه تو بری در 24 ساعت طی می‌کنی. اینو ضرب داره 365 بکن، بعد حاصلشو ضرب در 11 بیلیون، نه میلیون، 11 میلیارد بکن. تلسکوپ هابل از اونجا داره عکس میگیره. باز من برم بشینم بگم الله زمین و آسمان ها و هرچه در آن هست در عرض 6 روز آفرید و خسته نشد و بعد رب به عرش پرداخت. تو میترسی؟ من نمیترسم. برای تو یک لولو گذاشتن که وقتی مردی انکیر منکر میاد، نکیر منکر میاد، قبر فشارت میده، حیوانات وحشی حمله میکنن، گرز آتشی میاد، سیخ داغ بهت فرو میکنن. تو باور کردی؟ و چون اونا رو باور کردی میترسی حرفای منطقی منو باور کنی. حرف نفهمی رو میری باور میکنی، حرفی که 1400 سال پیش توی صحرای عربستون
آوردن واسه حیوانات وحشی تازی گفتند و اونها اومدن پدر پدر بزرگ پدر بزرگ ماها رو ترتیبشون رو دادن به مادرامون تجاوز کردن و امروز تو افتخار میکنی که سیدی. البته این سیدا همه ساختگیه، تا زمان صفویه ما سید نداشتیم. سیدا از زمان صفویه اختراع شد. زمان رضا شاه هر کی می‌خواست بره شناسنامه بگیره میگفت بنویس سید محمود، یارو هم می‌نوشت سید محمود، این میشد سید. اگر این کتاب سوره های مختلفش حرفایی میزنه که با واقعیت جور نیست، با واقعیت درست نیست، بعد تو میگی نه من مسلمونم، من کاری به این کارا ندارم. ببخشید عزیزم، خودتو به نفهمی میزنی، شمعو خاموش میکنی که نبینی، میگی دانستن درد سر میاره. تلسکوپ هابل رو من نساختم. شما هر کجای دنیا بری رو اینترنت تلسکوپ هابل بزنی، تمام اطلاعات تلسکوپ هابل بهت میده. سایتی هست عکس هایی که تلسکوپ هابل گرفته، عکس های بسیار زیبایی اینا رو نشونت میده. برو دنبالش، همه رو پیدا میکنی. اینا وجود داره. بعد تو هنوز دنبال درهای آسمونی بکن، یا الله، آسمونی وجود نداره. این آسمون شبا غیب میشه، روزا میاد. هر وقت نور باشه آسمون هست، هر وقت نور نباشه آسمون نیست. نور خورشید که میاد آسمون آبیه، بخار زمین که میره بالا جلو نور خورشید رو میگیره آسمون ابریه. ابر اگر سیاه رنگ باشه تاریکتره، اگه سفید رنگ باشه روشنتره. اگه تو نزدیک دریا زندگی بکنی، به دلیل اینکه بخارات دریا به آسمون میره و جلو خورشید میگیره ابر زیادتر میبینی. اگه وسط یک کویر زندگی بکنی، چون بخار آبی اطرافت نیست همیشه آفتابه. جزیره مالاگا یه جایی هست در جنوب اسپانیا، یک نوع باد همیشه اونجا هست. این جزیره، این منطقه سالی 360 روز آفتاب داره. بیا مثلا 300 400 کیلومتر 500 کیلومتر بالاترش، یا یک کمی بیشتر و کمتر، میرسی به انگلیس. اون باده نیست، هوا چون نزدیک به استوا نیست، کوران اونجا وجود نداره. ابرا میاد وای میسه بالا سر انگلیس. شما تو انگلیس که زندگی میکنی سقف آسمان کوتاهه. آخه اینا چیزای بچگونه است. اینا رو ما کلاس سوم چهارم ابتدایی میگفتن آقا اگه میخوای ببینی ابر و بارون چجوری درست میشه، یه دونه بشقاب سرد روز زمستون بگیر روی بخار سماور، ببین این بخارا تبدیل به آب میشه و میچکه. الله میگه باران رو من براتون فرستادم که زمین مرده رو زنده کنم. خب من میدونم کلک میزنه، دروغ میگه. بازم بگم تو آسمون چاپ شده، پرت شده پایین. من خب هرچی میگه درسته.
اصلا درست غلطه. بعد دلال نمیخواد، آخوند دلال این کاره، چون اینا رو اگه به تو بگه امروز روز حرف مفت میزنه، میاد میگه حسین سرور آزادگان کشته شد. حسین کیه؟ من چه میدونم، آخونده میگه سرور آزادگانه. چرا رفت کوفه؟ من نمیدونم، من قمم رو میزنم. حرف من با تو این نیست که به حسین اعتقاد نداشته باش، حرف من با تو این نیست که به علی اعتقاد نداشته باش، حرف من با تو این نیست که به محمد اعتقاد نداشته باش، به الله اعتقاد نداشته باش. حرف من با تو اینه که برو الله رو بشناس، برو محمد رو بشناس. امروز روز کتاب نوشتن، شرح زندگانی محمد رو مستند نوشتند. علم به جای رسیده رفته همه اینا رو پیدا کرده. چرا کسی نمیره شرح زندگانی عیسی رو بنویسه؟ عیسی آدمی بود که رفته بود درس یهودیت خونده بود و اومده بود راجب رای یهودیت حرف میزد، نه کتاب نوشت، نه گفت خدا منو فرسته، نه هیچ. در تورات شما خیلی جاها میبینید پیغمبرای یهود میگن که پدرمون در آسمانه. این لغت عیسی رو گنده کردن، 100 سال بعدش، 150 سال بعدش مسیحیت رو درست کردن، گفتن این پسر خداست، از اونجا اومده پایین که قصه درست کردن. برای اینکه استفاده داره، برای اینکه پول توشه. حضرت رسول یتیمی بود که رفت شوهر زن شوهر خدیجه شد و با ثروت اون زندگی میکرد. بعد دید پول توی اون چهار گوشه است که بهش میگن کعبه، اونجا که 360 بوته. اومد گفتم منو بدیم، منم قریشم، منم پسرموی شما. ندادم، و حالا من باباتونو در میارم. آدم زرنگی بود، آدم سخنران خوبی بود، رفت 15 سال احتیاج نداشت کار بکنه، 15 سال زمان داشت سابقه قشنگی برای خودش بذاره. همه این کارها رو کرد. بعد اومد گفتش که یه فرشته اومد و یه ملائکه اومد و یه، چون اون حنفیا بودن، حنفیا الله، الله خیلی قبل از حضرت رسول اختراع شده بود. اون چیزی که تو آسمونه، این اللهی که اینجاست، اینا رو با هم دیگه درست کرد. چون اگه میگفت اینا رو من میگم، میگفتن ما تو رو میشناسیمت. نتیجتاً اللهی درست کرد که اون الله کار رو بکنه. حضرت موسی وقتی که رفت برگشت به مصر، نگفت من اومدم شما رو نجات بدم، گفت یهوه منو فرستاده بیام شما رو نجات بدم. بچم همین یهوه 430 سال به قول خود تورات ها، من از خودم در نمیارم، من هرچی به شما میگم تورات، قرآن، انجیله. همین یهوه 430 سال این قومو ول کرد که مسیحا پدر صاحب بچه رو در آورن. اما تو این 430 سال 70 نفر آدم شدن 3 میلیون. برید مطالعه کنید ببینید اگه این درسته. همه چی درست؟ برید مطالعه کنید ببینید تو تاریخ مصر بحر دمم قلزم چیز شده، شق شده، اینا از کفش را رفتن، نصف آبا رفته این بر نصف آبا، 40 سال تو بیابون. اگه اینا درسته، هر چی شما میگین درسته، اما اگه درست نیست دستک و دنبک براش درست نکنید.
وقتی الله میگه من 6 روز همه این کارا رو کردم، این روز کجا بوده؟ اینی که از تورات کپی شده، در تورات اشتباهی که میشه، روز چهارم خورشید خلق میشه. اصلا یهوه رو زمین زندگی میکرده، چون من هی میرم سراغ اون برای اینکه این همه رو از اون کپی کرده. 6 روز مال توراته، روز چهارم خورشید رو خلق میکنه. روز اول و دوم و سوم خورشید نبوده. چه روزی بوده من نمیدونم، چه شبی بوده من نمیدونم. کسی حق نداره بپرسی، کتاب مقدسه. تو کتاب مقدس که تو نمیتونی سوال بکنی، تو باید بگی با. فقط حرفم اینه، میگم بخون شرح زندگانی محمد رو، بگیر بخون شرح زندگانی علی رو، بگیر بخون، اما من نگیر، برو هر جا پیدا میکنی بخون. زندگی امام حسین رو همون زمان اعلیحضرت همایونی نوشتم که ما ببینیم امام حسین کیه. چی بود؟ یه آدم فاضلی هم بود ولی آخوند بود. نوشت هرچی دلش خواست، نوشت. همون رو برین بخونیم. من با کسی دعوا ندارم، من میگم بخونید، نمیخواد نخونید. من میگم همه حرفا که من میزنم، من وقتی اینو واو میکنم اول به شما میگم قرآنتون رو واو کنید، هر قرآنی دلتون میخواد ببینید اینا که من میخونم درسته یا غلطه. اگه غلطه خب همونجا جلوشو بگیرید، اگه درسته فکری بکنید دیگه، قرآن رو باهاش استخاره نکنید. الان نمیدونم استخاره چنده، اون وقتا 5000 بود، نابود حالا 5000 تومنه. شاه سلطان حسین کشور ایرانو با استخاره داد. ما ماهون پرستیم، ما مرده پرستیم، ما روح پرستیم. حافظ گفت جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدند. 72 ملت 72 مذهبه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. حافظ میدن دست من، آقا بذار یه فال بگیرم با صدر حافظ. ای حافظ شیرازی، تو حافظ، تو دانای هر رازی، به حق شاخ نباته این فال ما رو. ما هم پرستیم، امامزاده پرستیم، چوب پرستیم، نقره پرستیم، ورشو پرستیم، طلا پرستیم، چارچوب پرستیم، ما بت پرستیم. آقای جمالزاده نه، یکی دیگه از بزرگان که تبعید بود و در آلمان بود، یک کتابی نوشته به نام خلقیات ما ایرانیان. همه بدشون میاد چون همه رو راست نوشته. تو فرهنگ ماست حقیقت تلخه، نباید گفت. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن. آینه شکستن خطاست. ساعتی در خود نگر تا چیستی، از کجایی و از چه جایی چیستی. جمع هستی را بزن بر نیستی، تا ز حال خود خبردارت کنم. آقا همه گفتن، ما گوش نمیدیم.
ما دوست نداریم گوش، ما دوست نداریم واقعیات رو بشنویم، ما دوست نداریم حقیقت رو بفهمیم. ما خودمونو گول میزنیم، ما بچه‌مونو گول میزنیم، ما زنمونو گول میزنیم، ما به همه دروغ میگیم، به خودمونم دروغ میگیم. بیاید خلقیات خودمون رو بررسی کنیم. روز دوشنبه یه آقای به من زنگ زد، گفت آقای فاضلی $50 یکی از رفقای من داده، من به شما حواله دادم، شما بر نداشتی، کارت من پیشت بردار. خب معمولا هر آدمی باشه چیکار میکنه؟ فوری میره $50 برمیداره. گفتم صبر کن برادر، میتونی گوشی رو نگه داری؟ از اون ور دنیا بود، از سوئد. گوشی رو نگه داشت، رفتم رو کامپیوتر، گفتم در تاریخ 1/26 از حساب شما من این پولو برداشتم، دوباره بردارم؟ گفت نه، نمیدونم، من ندیدمش. گفتم به هر صورت اینجا پولو به من دادن. ای بابا، حالا که نمیبینه بخوریم مالشو. ما خراب شدیم، ما ملت بدیم، ما آنر نمیفهمیم چیه. آنر یعنی مردونگی، جوان مرد. به هم نخندین این حرفا رو میزنم ها، آخه به بعضی هایی که میگم جوان مردی میخندن به هم، یعنی حرفا قدیمیه. شاید من قدیمیم، شاید من نمیفهمم. من حرفم با شما حرف خرده. باز هم سپاسگزار شما هستم که روز جمعه که من گفتم کمکم کردین. دیروزی آقای میخواست $10 بده، گفتم این $10 رو من ماه دیگه ازت کم میکنم. گفتم چرا؟ گفت چرا؟ گفتم که من روز جمعه که گفتم اون محل خالیمو پر کردن، از جیبم ندادم، الان شما احتیاج نداره به من پول بدی، من تا آخر ما وقت دارم، من اینجوری زندگی میکنم. خرم؟ نمیدونم. جوانمردی خنده داره؟ من نمیدونم. حرفایی که میزنم میگم آقا این برنامه اگر خوبه، اگر میپسندی، مفتخوری نکن. راحت بهت میگم، نه التماس میکنم نه چی، میگم مفتخوری نکن. یک. دو، همونقدر که من به نسل آینده ایران بدهکارم و این کارا رو دارم میکنم، تو هم بدهکاری، پس باید کمک کنی. اگر همه ما بجنبیم، نسل آینده ما و نسل بعد از اون ایران خوبی میسازه. من و تو نمیبینیم، نبینیم. قصدت معامله نباشه، چون با خدا همیشه برات درست کردن، اینه بده اینه بگیر، من واسه سرم از میزنم زمین، طعم و هوا میکنم، تو منو بر حوری خونه واسه هم خانوم بیار. خرابمون کردن. بیایم خودمون خودمونو درست کنیم، فقط و فقط با خرد، با کتاب. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.